پروژه پیاده راه سازی میدان ارگ و خیابان تجلی قصه پر از آب چشمی است. طرح میدان ارگ و خیابان تجلی مربوط به دو دوره قبل در مدیریت شهری است و بالاخره اردیبهشت 1400 کلنگ شروع کار با یک پیمانکار خصوصی زده شد. پیمانکاری که برای شهرداری دردسرهای زیادی درست کرد. در نهایت پیمانکار که قرار بود تمام میدان ارگ و خیابان تجلی را اجرا کند، کارش فقط به وسط میدان ارگ خلاصه شد و خیابان تجلی به گردن شهرداری افتاد. رینگ اطراف میدان ارگ هم هنوز مانده و آنطور که شهردار کرمان میگوید قرار است از سال آینده عملیات عمرانی رینگ دور میدان آغاز شود. حالا یک هفته است که با تکمیل طرح ورود ماشین به محوطه خیابان تجلی ممنوع شده و ساعت محدودی از 6 تا 8 صبح و 11 تا 2 بعد از ظهر به بازاریان اجازه تردد خودروهای باربری داده می شود. البته شهردار منطقه 5 می گوید فعلا در زمینه ساعت خیلی سختگیری نمی کنیم تا کسبه تطابق پیدا کنند. فعلا معاونت فرهنگی معاونت برنامه دارن که حالا رو بحث در قالب رویدادهای متفاوت حالا هر بر اساس موضوعاتی که حالا پیش میاد این رویدادها رو مشاور دارن که قرار بود که حالا ایشون پیگیری کنن بر اساس اون کارهای تو محل انجام بشه. مثلا چند روزی هر رویدادی با مناسبت هفتگی که حالا بر اساس اتفاقایی که روز پرده دارن یه تایم هماهنگ کردیم، شورا تصویب کردن که با فاکتورسن با فاکتور مغازدارا میتونن استفاده کنن، این بارشون رو تخلیه کنن. از تایم ظهر به بعد عملا فروشگاه بیشتر عمده بوده تا عمده فروشی اونجا داریم که حالا بیشتر درگیری موضوع هستن اونا از کار نمی کنن دیگه، عملا در بسته و اونجا کاملا پیاده راه. کسبه اما ناراضی‌اند. هنوز از پروژه‌ای که میباید 6 ماهه تمام شود و یک سال و نیم طول کشیده دلچرکینند. خودم حدود 30 سال اینجا هم همکارای دیگه مون 20 سال 30 سال کمتر 10 15 سال سابقه دارن. نمیشه آخه تو این منطقه شما بیش از 100 خانوار فقط تو همین خیابون بیشتر دارن از این راه امرار معاش میکنن، زندگیشون میگرده. اگه قرار باشه این مسائل رو در نظر بگیرن، خب به هر حال مردم همین شهرن، همین منطقه و همین کشورن، دارن زندگی میکنن. به هر حال شهرداری کار میکنه، باید برای امرار معاش مردم هم یه فکری بکنه. بعد آقایون گفتن ما این 3 ماه این کار جمع میکنیم، حدود 2 سال بیشتر الان درگیر این کارن و هر روز یه تن دوار میارن، یه چیزی میارن. مثلا روز اول گفتن اینجا میخوان آبنما بشه فلان بشه، بعد آبنما کلا ظاهرا منتفی شده، اصلا طرح آبنمایی نیست. بعد وسط کار یه طرح یه کار دیگه میکنن، کار دوباره کاری هم که الا ماشاءالله. با تمام بدعهدی ها کسبه خیابان تجلی برای رونق گردشگری صبر کردند، اما دیگر امیدی ندارند. گفتن نه، شهردار گفته در رو باید ببندیم، راه رو ببندیم، ماشین رو نباشه، ما میخوایم زیبا بشه، اینجا بشه اصفهان و اینجا بشه مشهد و توریست بیاد. تی صحبت هایی هم که ما باهاشون انجام دادیم گفتیم بابا اون توریستی که شما تو ذهنتون هست الان خودتونم میدونین، ما هم میدونیم 15 سال از کرمان رفته دیگه نیست. ما قدیم همینجا روزی نزدیک 5 تا 6 تا اتوبوس بعد از ظهر می اومدن توریست می آوردن، بعدش دیگه تموم شد، اصلا نیست. حالا من خودم شاید هفته یه اتوبوس هم دیگه نمیبینم این قسمت. مریم فدایی شهرساز و استاد دانشگاه میگوید جذاب نبودن کاربری های اطراف خیابان تجلی یکی از علل کم رونق بودن این خیابان است. یه بخش کوچیکی، یعنی فقط موضعی یه بخش کوچیکی رو دیدم و کاملا قطع شده. یعنی شما نه ایش دسترسی شبکه اتوبوسی به این میبینید، نه ایش نظمی برای خروج ماشین، نه تونست پارکینگ ساروج پشتیبانی بکنه. عملا یه مقطعی از بازار رو به شکل فیزیکی جلوی ورود ماشین رو گرفتن. هر زمانی که این منع فیزیکی برطرف بشه عملا دوباره تبدیل میشه به همون وضعیت اولی. خب این نشون میده که این ذاتن یک پیاده را نتونسته بشه. واقعیت چیزی که اون دسترسی به عطاری و نایلون فروشی و نمیدونم چی اینا اصلا اشتیاق برای ورود اونجا رو چی نمی کنن، یعنی ایجاد نمی کنن که ما این تصوری مثلا خیابون سیه تیر تهران داشته باشیم یا میدان شهرداری رش هر پیاده ای که توی ایران میخوایم یا توی دنیا ازش مثال بزنیم. ما اینا رو پیش بینی نکردیم توی خیابون تجلی، ما فقط کالبد راه رو درست کردیم.
آیا پروژه خیابان تجلی و میدان ارگ پس از اتمام کامل میتواند یک پیاده راه پر رونق مانند بازار تهران یا میدان شهرداری رشت یک پروژه مثال زدنی و موفق باشد؟ کوثر نمکشناس، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.